چطور میشه با روزی یک ساعت کار کردن یه بیزنس آنلاین کوچیک ساخت که بتونه حداقل ماهی 100 دلار واسمون پول بسازه؟ تو این قسمت یه نمونه واقعی بهتون نشون میدم که دقیقاً همین کار رو داره انجام میده و تونسته تو 6 ماه اول فعالیت خودش به این عدد برسه. با من همراه باشید. خیلی ها در روز واسم پیام میفرستن و میگن ما میخواییم یه بیزنس کوچیک دلاری را بندازیم، اما نمیدونیم که از کجا باید شروع کرد و راه‌های مختلف درآمدی گیجمون کرده. همیشه گفتم نیازی نیست که گیج بشید. برای ساخت یه بازار آنلاین درست و حسابی شما یا باید تولید محتوا انجام بدی، یا تخصص داشته باشی و فریلنس کار کنی، یا بازاریاب آنلاین باشی که بهش میگن افیلیت مارکتینگ، و یا اینکه فروشنده باشی. البته معامله گری رو از قلم انداختم. همین هست بچه ها، بیشتر از این نیست. درسته که هر کدوم از این حوزه ها دنیای بزرگی دارن و خیلی عمیقن، اما کلیات تجارت آنلاین همین راه هست و کل ویدیوهای من تو این کانال حول محور همین موضوعات میچرخه. این راه هم همیشه بهتون گفتم از بین تمامی این راه ها تولید محتوا واقعا یکی از پردرآمدترین و به نسبت راحت ترین راه برای ورود به تجارت آنلاین. شما میتونی محتوای ویدیویی تولید کنی و تو پلتفرم هایی مثل یوتیوب منتشر کنی، میتونی محتوای صوتی تولید کنی و تو پادگیرها منتشر کنی، یا اینکه حتی متن بنویسی و تو وبسایتت منتشر کنی یا وبلاگت. همیشه اینجای کار که میرسیم بچه ها میگن که آخه ما چی تولید کنیم، چی منتشر کنیم؟ هر موضوعی بچه ها، هر موضوعی که بهش علاقه مندید، تو هر زمینه‌ای مخاطب وجود داره، این رو بدونید. این وبسایت رو ببینید، مال یکی از بچه‌های این کاناله. البته بچه که میگم جسارت میکنم، صاحب این رسانه تو دهه 50 زندگیشه و این وبسایت رو تو اوقات فراغت خودش آورده بالا، یه ایرانی ساکن آلمانه. موضوع چیه؟ نگهداری ماهی. خودش میگه که چند سالی هستش که به آکواریوم داشتن علاقه پیدا کرده و همین علاقه رو تبدیل کرده به وبسایت و هر چیزی که داره یاد میگیره رو مقاله میکنه و اینجا منتشر میکنه. پس ببینید بچه‌ها، هر موضوعی طرفدار داره، حتی نگهداری ماهی. و نیازی نیست که شما حتما اوستای کار باشی تا بخوای تولید محتوا انجام بدی. نه، هر چیزی که داری یاد میگیری و میتونی تبدیل بکنی به محتوا و در اختیار دیگران قرار بدی. حالا همین وبسایت ساده ای که فقط مقاله منتشر میکنه و تا به امروز 142 تا مقاله منتشر کرده، چقدر میتونه برای صاحب این وبسایت درآمد ایجاد کنه؟ اول از همه از طریق گوگل آنالیتیکس آمار 6 ماه گذشته رو نگاه میکنیم. 300 تا بازی تو جولای، 3000 تا بازی تو آگوست، 1600 تا تو سپتامبر، 1000 تا تو اکتبر، 800 تا تو نوامبر و 1200 تا هم توی دسامبر. رسانه بسیار کوچیکیه. البته خود صاحب وبسایت مقصره، چون خیلی کم تولید محتوا انجام میده. هفته ای 2 تا محتوا منتشر میکنه، اونم فقط روزهای تعطیل. اما همونطور که گفتم، بیاید ببینیم که همین رسانه بسیار کوچیک چقدر میتونه درآمد خلق کنه. درآمدش رو از ابتدای سال 2022 به مدت 6 ماه بررسی میکنیم. وبسایت از 11 ژانویه 2022 به یه سرویس تبلیغاتی متصل شده تا تو وبسایت تبلیغات نمایش داده بشه و از این طریق درآمد داشته باشه. ماه اول تونست واسش تقریبا 5 دلار خلق بکنه. تلاش بعدی نبود. ماه دوم این درآمد رسید به 12 دلار. ماه بعدش نزدیک به 14 دلار، ماه چهارم درآمد رسید به 36 دلار، ماه پنجم 26 دلار و ماه ششم هم 20 دلار. به صورت میانگین تقریبا ماهی 20 دلار از تبلیغات نصیبش شده. درآمد زیاد خوبی نیست، خیلی کمه، اما این رو در نظر بگیرید که این فقط یکی از راه‌های درآمدزایی این رسانه است. ما فقط درآمدهایی که از پلتفرم ایزوئیک نصیبش شده بود رو دیدیم. ایزوئیک چیه؟ یه پلتفرم نمایش تبلیغاته که تازه کارها عموماً با این پلتفرم کارشون رو شروع میکنن، چون هیچ حد نصابی برای پذیرش از شما نمیخواد و فقط کافیه 2 تا 3 تا 4 تا مقاله منتشر کرده باشی تا درخواست بدی و تبلیغات وبسایت رو فعال کنن. ببینید بچه‌ها، وبسایت فیش اینفورمر از راه‌های دیگه‌ای هم درآمدزایی میکنه، مثل افیلیت. اون محصولات آمازون مرتبط با موضوع خودش رو افیلیت میکنه. چجوری؟ میاد مقاله مینویسه، مثلا بهترین آکواریوم های سال 2022، آکواریوم ها رو معرفی میکنه و میگه میتونید از آمازون بخریدش. مردم مقاله رو از طریق سرچ گوگل پیدا میکنن، واردش میشن و از طریق این مقاله هر کسی که از آمازون خرید بزنه، آمازون به صاحب این وبسایت پورسانت میده. بیایید درآمد این وبسایت کوچیک رو از افیلیت ببینیم. مجدد 6 ماهش رو بررسی میکنیم. ماه اول 9 دلار، ماه دوم 5.5 دلار، ماه سوم 32 دلار، شرایط بهتر شد. ماه چهارم 48 دلار، ماه پنجم 44 دلار و ماه ششم 56 دلار. در واقع این وبسایت تو ماه چهارم، پنجم و ششم فعالیت خودش بعد از
استارت درآمد تونست به چیزی نزدیک به 100 دلار برسه. اما باز کار اینجا تموم نمیشه. وقتی شما این رسانه هر چند کوچیک بالا میاری، راه‌های درآمدزایی مختلفی رو میتونی خلق کنی. مثلا یک از چیزهایی که شاید ندونید چیه، درآمد از پست مهمانه که خیلی هم رایجه. اینجوریه که یک سری از وبسایت‌های تازه کار حوزه خودتون میان بهتون پیام میدن و تعرفه پست مهمان داخل وبسایت شما رو ازتون میخوان. در واقع پست مهمان یه جورایی مثل رپورتاج آگهیه، یه جوری تبلیغاته. طرف میخواد با نوشتن یه مقاله داخل وبسایت شما لینک خارجی بگیره و این شکلی به اعتبار وبسایت خودش اضافه کنه. در واقع یه تکنیک SEO محسوب میشه بچه‌ها و حرفه‌ای‌ها خوب میشناسنش. هر چیزی که هستش تو این 6 ماه یه 20 دلار و یه 25 دلار این وبسایت گرفته از پست مهمان. گفتم کسای دیگه که وبسایت نگهداری ماهی دارن که تازه کار هم هستن، پول تبلیغات میدن به این وبسایت تا اعتبارشون بره بالاتر. پس یه همچین فرصت‌هایی هم به پستتون میخوره بچه‌ها، تو وبسایت‌های بزرگ که اصلا زیاد پیش میاد. یکی از راه‌های درآمدزاییشونه پست مهمان یا به اصطلاح رپورتاج آگهی. در حال حاضر وبسایت به گوگل ادسنس هم وصل شده، اما چون به تازگی وصل شده من نتونستم گزارشی از درآمد گوگل ادسنس بگیرم. خیلی ها ممکنه همینجا بپرسن که اصلا چطور باید یه همچین وبسایتی بالا آورد. ببینید کار پیچیده‌ای اصلا نیستش. ساخت یه همچین وبسایتی شاید چند ساعت بیشتر از وقتتون رو نگیره. ما در خصوص طراحی وبسایت و نصب وردپرس زیاد صحبت کردیم. کامل من آموزش دادم. لینک اون پلیلیست رو بالا میذارم. اما در آینده نزدیک حتما بهتون یاد میدم که چطور یه وبسایت انگلیسی بالا بیارید. شما حتی از قالب‌های آماده هم میتونید استفاده کنی و هزینه‌اش شاید برای سال اول واسهتون چیز در حدود 500 هزار تومان باشه. 500 هزار تومان برای یک سال. ببین بچه‌ها، تو این پروژه‌ها مهم تولید محتواست. کار شما، محصول شما اینه که محتوا تولید کنی. اول ویدیو بهتون گفتم که صاحب این رسانه شاید هفته‌ای 4 ساعت 5 ساعت وقت بذاره واسه رسانش. وقتی هفته ای 4 ساعت وقت میذاری درآمدت هم همینه، اما وقتی روزی 4 ساعت وقت میذاری واضحه که درآمدت چندین برابر میشه، چون محتوا بیشتر منتشر میکنی و تو این بیزنس محتوا سلطانه. خیلی ها به این شغل، یعنی تولید محتوا، به عنوان شغل تمام وقت نگاه میکنن و رسانه های زیادی دارن. روزانه تا 10 ساعت وقت میذارن برای تولید محتوا. اینها درآمد بالایی دارن، حتی بیشتر از ماهی 1000 دلار. 1000 دلار که توی این مارکت اصلا چیزی نیست. ممکنه بگید که ما که زبان نمیدونیم که بخوایم تولید محتوای انگلیسی انجام بدیم. عیبی نداره به زبان فارسی محتوا تولید کنید یا از ایده های استفاده کنید که نیاز به نوشتار تو فضای وب نداشته باشه. من یکی از بهتریناشو تو یکی از ویدیوهای فصل 2 بهتون معرفی کردم، لینکشو بالا میذارم. اگه به این موضوع علاقه‌مندید حتما اون ویدیو رو ببینید. همیشه گفتم همه چی بستگی به شما داره و هیچ راهی برای کمکاری یا یه شب پولدار شدن نیست. تولید محتوا یه کار زمان‌بره، اما شک نکنید که ارزش این همه تلاش رو داره و میتونه بازار خوبی واسهتون بسازه. اگه سوالی داشتید تو کامنت‌ها ازم بپرسید. به امید دیدار.